دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم من در این کار دل خیش به دریا فکنم از دل تنگ گنهکار برارم آهی کاتشن در گنه آدم و حوا فکنم حافظا تکیه بر ایام چو صحوست و خطا من چرا اشرت امروز به فردا فکنم درود بر شما خیلی خوشحالم که بار دیگر به بهانه حافظ خواندن در جمع شما عزیزان هستم و فرهنگ و زیبایی شناسی و ادبیات فارسی رو مرور میکنیم با هم دیگه غزل شماره چهارم رو میخوندیم و دو بیت نخست رو درباره صحبت کردیم بیت سوم رو هم بحثی داشتیم که خب به پایان نرسید در این نوبت میخواهم از بیت سوم شروع کنم گو که موسیقی کلام حافظ هم در غزل مثل همه اشعار او قابل بررسی است که اجازه بدید وقتی غزل تموم شد یک مروری بر وضعیت موسیقی در این شعر هماهنگی آواها و همنشینی اسوات و کارکرد مصوت ها و هجاها و اینها داشته باشیم غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی اندلی به را تو در کلمات صحبت کردیم اینکه تو از بلبل شیدا نمی پرسی، پرسیدن به معنی جویای حال کسی بودن احوال او را پرسیدن در واقع اگر کسی به کسی توجه داشته باشه براش مهم باشه گاهی حال او رو میپرسه و از او سوال میکنه کاروبارش چطوره چی کار میکنه کجا هست حالش چطوره و ظاهرا اندلی به شیدا که اینجا منظور راوی شعر هست شاعر هست عاشق هست که برای زیباروی خود نقم سرایی میکند و از او سخن میگوید موجب بیعتنائی و مورد کم لطفی قرار گرفته و حالا گلای مندانه میخواد بگه که چرا حال منو نمیپرسی شاید به خاطر اینه که تو به خاطر حسنت به سبب حسنت مغرور شدی حالا مغرور و غرور هم به معنی فریفتگی هم به معنی اون تکبر و حال به خود گرفتن و مفاخره کردن هست زیبایی از زیبایی خودت با خبری و این تو رو به غروری رسانده که به واسطه این غرور حال عاشق تو نمیپرسی حال بلبلی که برای تو نقم سرایی میکند جویا نیستی به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر به بند و دام نگیرند مرق دانا را خب مثل دوم در واقع مثال برای مسئله که در مثل اول گفته بود مسئله چی بود؟ به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر یعنی اهل نظر آدم های آگاه یا بهتر بگم عاشقان این اهل نظر هم به معنی صاحب نظران است یعنی کسانی که اهل اندیشه هستند و تفکر پرورده‌ای دارند همچون نظر به معنی نگاه کردن هست اهل نظر به معنی عاشقان هست کسانی که توجه به زیبارویان دارن نظر میکنن در زیبارویان گفت در نظر بازی ما بی خبران حیرانند من اینم که نمودم دیگر ایشان دانند نظر بازی به معنی امروزی چشم اما به معنی مثبتش یعنی کسی که به زیبارویان نظر میکند پس اهل نظر از دو وجه قابل بررسی است با توجه به اینکه رابطه عاشق و معشوق رو در این غزل در ابیات پیش بیان کرده بود میتونه اهل نظر اینجا منظور نظر بازان باشد و منظور عاشقی که نظر به زیبایی دوست میندازه و البته اهل نظر همون معنی کنایه مشهورش هم داره صاحب نظران و کسانی که صاحب اندیشه و دانایی هستند اما به هر صورت این آدم ها را اگه بخوای به خودت جذب کنی باید با خلق و لطف باشه خلق به معنی اخلاق به معنی رفتار خوب خوی نکو لطف یعنی مهربانی تو اگه میخوای منو راضی کنی اگه میخوای عاشقان در اطرافت فراوان تر باشند اگر میخوای دل دیگران رو به دست بیاری باید با مهربانی و با اخلاق خوب به دست بیاریم پرنده ای که باهوشه نمیشه با دام و بند او رو گرفتار کرد پرنده باهوش میدونه که شرایط دام چیه خودش رو گرفتار دام نمیکنه اگر بخوای یه پرنده ای رو که باهوشه و به این راحتی گرفتار نمیشه گرفتار کنی باید باش مهربونی کنی لطف کنی احساس کنه تو با او مهربان هستی و حسن نیت داری به خاطر مهربانی ممکنه به نزدیک تو بیاد و حتی گرفتار تو بشه البته این چیز اخلاقی جالبی نیست ولی روش درستیه اگه میخوای دیگران به دام عشق تو بیفتن اگر میخوای دیگران دلبسته تو بشن با مهربونی میتونی اونها رو دلبسته کنی با بد اخلاقی که نمیشه حالا منظور حافظ اینه که یار زیبا روی من با بد اخلاقی کارت پیش نمیره اگه مهربونی کنی به نتیجه میرسی آنچنان که پرنده باهوش رو پرنده دانا رو به تعبیر خودش مرغ دانا رو به بند و دام نمیگیرند این مقایسه ای که بین خلق و لطف در مثل اول و بند, بند و دام در مثل دوم انجام داده و اینها رو انتخاب کرده یکیشونه خلق و لطف رو انتخاب کرده ما در خواندن طبیعتا باید روی خلق و لطف و بند و دام تکیه کنیم یعنی بهتر خواندن این بیت اینگونه است به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر به بند و دام نگیرند مرغ دانا را بند و دام نه خلق و لطف آرید مقایسه ایناست و هر وقت مقایسه هست خب طبیعتا ما انتخاب صورت میگیره و انتخاب هم با تکیه انجام میشه توی معتزیت آهنگ کلام دوستانی که دوست دارن که شعر رو خوب بخونن و شعرخانیشون تحت تاثیر قرار بده مخاطب احتمالیشون رو به این نکات ظریف باید دقت کنن که تکیه کلام کجاست یعنی ما انرژی آواییمون رو کجا بیشتر باید استفاده کنیم در خواندن مثل اول میشه سید رو به اهل نظر اضافه نکنید سید کردن رو فعل مرکب بگیرید و اون وقت بگید به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر یعنی سید توان کرد اهل نظر را اهل نظر اینجا میشه مفعول درستم هست حالا سید اهل نظر را به خلق و لطف میتوان انجام داد هم تعبیر دیگری است که پس هر دو درسته هم میتونید بگید سید اهل نظر و هم میتونید بگید توان کرد سید اهل نظر که هر دو خانش چون از جهت زبانی درسته و معنی نزدیک به هم هم داره قابل قبوله ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ما سیما را سه تا توصیف العاده زیبا رویان کرده سهی قد ای قد سهی صحیب به معنی بلند بالا و راست قامت یک نوع سرو هم هست سرو صحیح، سرو ناز اینا انواع سرو که به بلندی و راست قامتی مشهوره صحی قدان یعنی کسانی که قد بلند و قامت راست دارند که یکی از نشانه های زیبایی است دیگه بلند قامتی و راست قامتی در زیبایی شناسی معشوق در شعر سنتی در شعر قدیم ما این از ویژگی های ثابت شاید در دوره ای از فرهنگ ما بلند قد بودن برای بانوان یا برای معشوقگان حالا حتماً به بانوان محدودش نکنیم معلفه خیلی دلخواهی نبوده باشه شاید امروز مردان به زنان ریز نقش مثلا علاقه بیشتری نشون بدن شاید میگم این سلیقه است اما سلیقه حاکم و ثابت در شعر فارسی جدا از ویژگی های دیگر که حالا دهان کوچک و خال و ابروی کمانی و زلف بلند و سیاه و مجعد و این هاست. یکیش بلند قدیست الف قامت دوست مثل الف بلند قد صفت بعدی سیاه چشمه که این هم از ویژگی های ثابت شعر فارسی است در معشوق معشوق به شکل سنتی و ثبت شده تقریبا بدون استثناء تا دوره صفویه که مطمئنا بدون استثناء سیاه چشمه که در لیلی و مجنون نظامی گنجوی وقتی که مجنون در بیابان شکارچی رو میبینه که آهو شکار کرده از او خواهش میکنه که این آهو رو رها کنه و میگه شغلم زندگی منون زن و بچه در میارم مجنون هر چی که داره به او میده در واقع میخره اون آهو رو و بعد خودش آهو رو آزاد میکنه در توجیهش که چرا باید این آهو رو آزاد کنه میگه منو به یاد لیلی میندازه میگه این چشم اگر نه چشم یار است زان چشم سیاه یادگار است چشم رو به سراحت سیاه میدونه ما چشم رنگی و تک و توک به شکل خیلی خفیف و غیر برجسته تو دوره صفوی هم داریم چشم کبود اما چشم رنگی در ادبیات معاصر هست که بیشتر هست که جنگل چشمان داریم و چشم سبز داریم و چشم آبی داریم و چی گفت حسین منظوی میگه که دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست دریا میدونه چشمان رو دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست با بلاده قشنگ دل به دریا زدن و با اون چشم آبی اونا در من طلوع روشن آن چشم آبی یا در من طلوع آبی آن چشم روشن یادآور صبح خیال انگیز دریاست که چشم آبی رسما دیگه با قلزت و با سراحت و با برجستگی تصویری وارد ادبیات ما میشه در ادبیات قدیم چشم سیاهی بیشتر توصیف میشه چشمان سیاه و سیاه چشم یعنی آن که چشم سیاه دارد ماه سیما چهره سیما مثل ماه هم در روشنی و جلوگر بودن هم حتی شکل مدور صورت رو به ماه تشبیه میکنم گوی اینکه حالا ماه جلوگر است و در شب چشمانداز دقیق و جذابی برای عاشق هست و طبق یک قانون نانوشته یک رسم عاشقی خصوصی در شب‌های محتابی که ماه در آسمان هست عاشق و معشوق با نگریستن همزمان به ماه دیدار میکنن انگار کافه ای اونجا وقتی به ماه نگاه میکنن انگار به روی همدیگر نگاه میکنن و این تشبیه چهره رخ رو به ماه و تعابیر مثل ماهرو، ماه رخ رو، ماه همه از همین تصویر گرفته شده پس ماه سیما هم یک صفت دیگر سهیقدان سیه چشم ماه سیما صفت هاییست از زیبارویی که در این شعر مورد نظر راوی یعنی عاشق هست اما میگه در اینها که این صفاتو دارند رنگ آشنایی نیست آشنایی به معنی اونس به معنی محبت به معنی سمیمیت گو این که آشنایی اصلا به معنی عشق هم به کار رفته ز دو دیده خون فشانم ز قمت شب جدایی چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی آشنایی به معنی آشنا شدن اینجا در معنی عشق استفاده شده دیگه آشنایی تعبیر قشنگی هم است برای عشق ورزیدن خب رنگ آشنایی نداره این چهره های زیبا خب اینم طبق سنت ها گفتیم به رفتار و خلق معشوق مربوطه که در بیت قبل اشاره کرد که بدخلقه نگفت بدخلقی گفت با خلق و لطف میتونی راضی کنی دیگران رو یعنی بدخلقی دیگه حالا اینجا میگه که این سیه چشمان این سهی این ماه سیمایان یعنی این زیبارویان رنگ آشنایی ندارن اون صلفتی با عاشقانشون ندارن بدخلقی میکنن پرهیز میکنن دوری میکنن پس میزنن روال قصه عاشقی در فرهنگ شعر فارسی همینه خب ندانم از چه سبب رنگ آشنا حالا این سوال برای من که چرا اینجوریه اینا که زیبان اینا که دلخواهن چرا رنگ آشنایی درشون نیست چرا محبت نشون نمیدن اونس ندارن مهربانی نمی کنند در واقع میخواد بگه خوبه که مهربانی کنن خوبه در کنار این چهره زیبا خلق خوب هم باشه نمیدونم چرا نیست این نمیدونم چرا نیست واقعا دنبال جواب این سوال نمیگرده در واقع دقدقش رو میخواد نشون بده که توقع دارم که این زیبایی ظاهر به خلق خوب هم وصل بشه آشنایی هم درش باشه چو با حبیب نشینی و باده پیمایی به یاد دار محبان باد پیما را خب بی نظیره دیگه خیلی حافظان است در انتخاب کلمات حافظ بیش از هر شاعر بزرگ دیگری در ادبیات ما در انتخاب کلمات شعرش دقت همه جانبه داره یعنی صرفا کلمه برای معنیش نیست ممکنه تدائی مشترک با کلمات دیگر داشته باشه پیوند معنایی از جهت یه قصه داشته باشه یا یادآور کلمه دیگر باشه یه تضادی باش داشته باشه یه تناسبی داشته باشه حتی آواهای کلمه با آواهای دیگر کلمات تناسب داشته باشه و به کل موسیقی متن کمک کنه از هر جنبه که نگاه میکنی می‌بینی بهترین انتخاب صورت گرفته و واقعا اگرچه در شعر فارسی کلن این یک میار هست در شعر شاعران بزرگی مثل سعدی به تمامی دیده میشه اما لایه های مختلف این وجوه انتخاب در شعر حافظ بی نزیر. یعنی شبیه نداره حالا اونجا باد پیما داریم در مثل اول در مثل دوم باد پیما داریم باد پیما یعنی کسی که باده می نوشد شراب می خورد در واقع داره عیش می ورزه حال خوبی رو تجربه میکنه اما باد پیما باد پیمودن پیمودن به معنی اندازه گیری کردن پیمانه کردن یعنی کار بیهوده کردن یا بهتر بگم بی نصیب بودن اگر شما ظرفی رو پر از هوا کنید نصیبی نبودید در یکی از غزلها که به زودی به اون خواهیم رسید میگه که انقا شکار کس نشود دام باز چین انقا یعنی سیمرغه دامتو جمع کن سیمرغ رو نمیتونی شکار کنی انقا شکار کس نشود دام باز چین کانجا همیشه باد به دست است دام را باد به دست بوده یعنی بی نصیب بودن شما چیزی به دستتون نیاد هوا تو دستتون یعنی نصیبی نبردید حالا باد پیما یعنی بی نصیب بین باد پیما و بادپیما پیما جدا از اینکه این معنا مشترک است از اون طرف باد و باده چقدر به هم نزدیکند گویی که اگر با موسیقی اجرا می شد طبق صحبت که در غزل دوم کردیم شاید اگر با نقمه ای به شکل تصنیف کار و عمل جوری که شعر بخواد با موسیقی همراه بشه بخوایم این رو در نظر بگیریم شاید باد پیما رو هم بادپیما پیما خوانده باشند با توجه که هجه های کشیده اون سامت تنهایی که آخرش داره تلفظش روی ضرب موسیقی شاید سخت بوده یا ریتم و ضرب موسیقی رو زیاد جواب نمیداده عموما گفتیم یه مصوبتی اضافه میکردن دیگه ای روشنی صبح و به مشرق برگرد به جایی که بگه ای روشنی صبح به مشرق برگرد وی ظلمت شب با من بیچاره بساز بگه ای روشنی صبح به مشرق برگرد امشب به بر من است تو آن ماهی ایناست این خاصیت تلفیق شعر و موسیقی در شکل قدیمش هست پس ممکن بود اگر با موسیقی اجرا میشه که خیلی از این شعرها با موسیقی و لحن موسیقایی خانده میشده باد رو هم باد پیما میخوندن و این تناسب لفظی چند برابر میشه از اون طرف کلمه حبیب در مصر اول با محب در مصر دوم. حالا قبل از که توضیح بدم شاید نکته ای که اصلا به شعر حافظم مربوط نیست و جذاب هم هست اینه که من این بیت رو هر وقت میخونم حبیب و محب در دو مصره منو یاد حبیب محبیان میندازه که خواننده مشهور کشورمون بود زنده یاد حبیب که و حبیب میشناسیمش که اون ترانه‌های های جاودانه زلال پرست و شعر بهمنی در این زمانه بیهای و هوی لال پرست رو خونده مادر رو خونده مرگ قور رو خونده نمیدونم خیلی از آثار شنیدنی رو با صدای حبیب او فامیلش محبیان بود حالا حبیب و محب اینجا منو یاد اون میندازه به خصوص که محبم شده محبان یعنی خیلی نزدیک شده به من به ذهن من خب حبیب به معنی یار دوست معشوق محب یعنی عاشق خب دیگه میگه که چو با حبیب نشینی و باد پیمایی اگر فرصتی دست داد و با محشوقی با اون که دوستش داری نشستی و شراب خوردی یعنی خوش گذراندی، عیش و نوش داشتی یعنی اون لحظه دلخواه وسال رو تجربه کردی به یاد دار محبان باد پیما رو یاد عاشقانی که بی نصیبند از یارشون و وسال یار براشون دست نایافتنیست یاد اونها باش اصلا کلا هر وقت توفیقی پیدا می کنید. به یاد کسانی باشید که شکست می و به توفیقی نمی رسند هر وقت شکمتون سیر شد یاد گرسنه ها بیافتید یادم از زمستان ها وقتی که هوا خیلی سرد می یا برف شدیدی می و از پشت شیشه پنجره بیرون نگاه می کردیم و خب طبیعتا قشنگم بود افشین مقدم زنده یاد افشین مقدم خواننده فوق دهه پنجا که ده در یک تصادف رانندگی از میان ما رفت رفیق همخانه داروش و کیوان و ماسیس و اینها که اونیک و اینا همه یک گروه بودن با هم میخوندن ولی افشین خیلی حزن داشته داشت و خیلی هم خوب میخوند مشهورترین طرانهش هم زمستون بود توی بخشی از اون ترانه زمستون میگه که زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه از پشت شیشه زمستون قشنگه ما هر وقت پشت شیشه نگاه میکنیم برف سنگینی داره میباره پدرم خدا همه رفتگان رو بیامرزه یه جمله رو همیشه تکرار میکرد اینجور مواقع با میستاد میگفت خدا به داد کسانی که سقفی رو سرشون نیست برسه و دردمندانه این حرف رو میگفت واقعا آدم فکر میکنه پشت شیشه قشنگه زمستون ولی این سرما بی سقف بی محل استقرار بی امنیت رفاه زندگی برای بعضی ها حتی کشنده است سرمایه توی خیابون موندن بگذاریم حالا میگه که وقتی با دوست با معشوق فرصت هم نشینی پیدا میکنی و شرابی میخوری و خوش میگذره به تو شرایط دلخواهی به دست میاری یاد عاشقانی که بی باش به یاد دار یادو او باش یاد یک روایی از خیام افتادم فوقلاد خوب. روبایی خوبی هم هست یاران به مرافقت چو دیدار کنید باید که زدوست یاد بسیار کنید چون باده خوشگوار نوشید به هم نوبت چو به ما رسد نگون کنید رسم بوده که در محافل باد نوشی به یاد کسی که حضور نداشت و دوست داشتن باشه یا او دوست داشت باشه و نمیتونست باشه جرعه ای به خاک میریختن نگونسار کنید یعنی به یاد کسی که نیست به یاد کسی که حسرت بودن در این مجلس رو داره باشید در واقع چو با حبیب نشینی و باده پیمایی به یاد دار محبان باد پیمار خیلی خوب من فکر میکنم باید ابیات باقی مانده رو این دو بیتی که باقی مانده بذاریم برای نوبت بعدی و تا اون نوبت من قشم انتظارم که شما از راه برسید و امیدوارم ایام خوبی پیش رو داشته باشید